من ذکر چند تا خاطره هم بکنم اینجا. مایه که در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه که عموما پیوسته ساختمان‌های در مجاور این مورد بمباران قرار می‌گرفتن، منهدم می‌شدند. این در هر شبی دو تا سه تا ساختمان بزرگ بلند مرتبه 12 طبقه 13 طبقه کمتر به بیشتر و معمولا بیشتر بیش از 15 طبقه اونجا نبود، اینا نقش زمین می شدن، کاملا با خاک یکسان می شدند. یه شب که توی اتاق عملیات بودیم تقریبا همه مسئولین اداره جنگ تو اتاق عملیات بودن. اتاق عملیات زیرزمینی نبود، اتاق عملیات معمولی بود، اما بعضی از تجهیزات اتصالات ارتباطات توی این اتاق عملیات پیش بینی شده بود که با جاهای گوناگون ارتباط برقرار میشد. من یه احساسی کردم که بعد از اینکه ساختمان های اطرافمون را زدن و منهدم کردند، شب بود تقریبا ساعت 11 شب، احساس کردم که یه خطر جدی نسبت به سید وجود داره. تصمیم گرفتم که سید رو جابجا بکنیم. من و عماد با هم مشورت کردیم. خب سید به سختی میپذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشه. خارج شدنم این نبود که از زاهی خارج بشه، از یه ساختمانی که فکر میکردیم ممکنه به دلیل ترددی که در داخل این ساختمان وجود دارد و پیوسته هواپیماهای امکا یعنی هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل رو سر زاهیه ستا ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن همه رفت آمدها را، حتی از یک موتورسیکلتی که تردد میکرد نمیگذاشتن. لذا ساعت 12 شب زاهیه سوت و کور بود، مثل حالت اصلا انگار در اینجا هیچ کس زندگی نمی کرد. در اون قلب زاهیه که مرکز اصلی حزب الله بود، خب توافق کردیم از این نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشیم. منتقل شدیم، فاصله زیاد بین ساختمان به ساختمان دیگری نبود. وقتی منتقل شدیم، به محضی که داخل اون ساختمان شدیم بمباران دیگری صورت گرفت و کنار همون ساختمان را زدند. خب صبر کردیم، تو اینجا چون خط امن داشتیم، ارتباط داشتیم، نباید ارتباط قطع می شد، ارتباط سید، ارتباط عماد خصوصا. مجدداً بمباران دیگری صورت گرفت، یه پل کنار این ساختمان بود، اون پل را زدند. خب احساس میشد که این دو تا زدن، زدن سومی وجود دارد، ممکن به این ساختمان برسد. تو اون ساختمان فقط سه نفر بود، من و سید و عماد. لذا تصمیم گرفتیم ساختمان بریم بیرون، بریم به سمت ساختمان دیگری. آمدیم بیرون، ما سه نفر هیچ خودروی نداشتیم، زاهیه تاریک تاریک بود و سکوت کامل، فقط صدای هواپیماهای رژیم بود بالین سر زاهیه. رفتیم لب یک، من یک لباس نظامی به اصطلاح استتار تنم بود، این پیراهن نظامی رو در آوردم، پیراهن زیرش پیراهن شخصی بود، او تنم بود ولی شلوارم شلوار نظامی بود. من و سید و عماد. عماد به من و سید گفت شما بنشیدی درخت بود، زیر این سایه درخت، زیر سایه درخت که نه، شب بود سایه نداشت که، از باب این که محفوظ کنه از دید، گرچه محفوظ نمی کرد چون امکان دوربینش حرارت بدن انسان را از حرارت دیگر اشیا تا
تفکیک میکرد، لذا غیر قابل مخفی کردن چیزی بود اون وقت اون نقطه. نشست ما تو اون نقطه، من یاد قصه مسلم افتادم، نه برای خودم، برای سید. خب یعنی سید صاحب اینجا بود. عماد رفت، رفت به سرعت، یه ماشین پیدا کرد، شاید کمتر از چند دقیقه بیشتر طول نکشید، به سرعت برگشت. بی نظیر بود در اصلا در طراحی ها. وقتی ماشین به ما رسید، تا اون لحظه امکان رو سر ما بود، متمرکز بود. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین. خب میدونی امکان وقتی که ارسال مراسلات میکرد، این دوربین به تلاویب منتقل میکرد، اونا در اتاق عملیات این صحنه را میدیدند. خب طول کشید ما تا توانستیم با رفتن به زیر زمین، از زیر زمین به زیر زمین دیگری و بعد انتقال از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل بیان نیست، بتونیم دشمن را غافل بکنیم و گول بزنیم. و بعد برگشتیم ساعت تقریبا 2:30 شب مجددا به اتاق عملیات.